دومی که حکومت رو میکنه موقعیت حافظه تاریخی. یک نامکان جاییست که یا حافظه وجود نداره یا ضعیف شد. یا ضعیف. باز اگه برگردیم به همون تمثیل راه رو، یا ایستگاه راه آهن یا فرودگاه. حافظه در اینجا وجود نداره. حالا تز اون چیه؟ به دلیل عدم قطعیت کنشگران، گذرا بودن کنشگران، آنی بودن روابط، یک ایستگاه راه آهن جاییه که دائم آدم ها در حرکت هم میرن میان. خب ما میتونیم فرض رو بر این بگیریم که ما با یک توده آمورف یا بیشکل سر و کار داریم که فاقد هر تیپی از هویت، بنابراین امکان ایجاد حافظه نداره. به عبارت دیگه راه آهن یا راه رو حافظه ایجاد میکنه، تاریخ نداره. راه رو میتونه در هر جایی باشه، مثل که یک ایستگاه میتونه در هر جایی باشه در هر زمانی. زمان نداره، تاریخ نداره، بنابراین تاریخ هم تولید نمیکنه. به عبارت دیگه، حالا اگه بخوام از یه واژه کنم به اصطلاح علمی استفاده کنیم، در این بحث که در اینجا اوجه میکنه، یک نامکان یک موقعیتیه که نه توپوژنه نه کرونوژنه. یعنی چی؟ یعنی نه جا درست میکنه نه زمان. ژن یعنی زایش. یا حالا عکسش هم میتونید بگی، میتونید بگین timeless and placeless. یعنی placeless که مقدار در خود place هست ولی در نامکان هست، ولی timeless هم هست. اینجا بس که وجه میکنه به timeless بودن، یعنی که زمان نداره. یک نامکان، یک نازمان هم هست. مثل اینه که من وقتی از نقطه آ شروع کردم و به نقطه ب رسیدم، نقطه آ جایی که از قطار پیاده میشم توی مترو، نقطه ب مثلا مدرسه من هست یا مغازه‌ای که من واردش میشم. مثل اینه که بین آ و ب زمانی وجود نداره. فرض اینه. اینجا شما در تایملس هستید، در نبود زمان هستید. یا باز یک مثال دیگه بزنم. مثل اینه که شما توی دانشکده این و بعد بیرون دانشکده این، درسته؟ توی دانشکده برای شما کجا تعریف میشه؟ در ساختمون دانشکده. و در بعضی از موارد در یک مارج در اطراف ساختمون دانشکده. مثلا وقتی شما از این ساختمون اصلی میرید بیرون، در آستانه، واژه آستانه در این مورد خیلی مهمه که میدونه یه باجه خیلی پر رنگ انسان شناسی است. وقتی شما در آستانه دانشکده، یعنی روی پله های کنار دانشکده، شما هنوز خودتون رو دانشکده میبینید. فرض در اینجا اینه که از اینجا که شما حرکت میکنید تا دیگه دم در زمانی وجود نداره و شما در یک چی هستین؟ در یک نامکان و نازمان. از لحظه ای که از در دانشکده که یک آستانه است، اونتایی که آستانه نورماتیوه چون دانشگاه گذاشته، در این حال فیزیکاله و نورماتیو، سردر به این معناست. چرا سردر میزنن و چرا سردرها بزرگتر میشن یا کوچکتر میشن؟ برای که آستانه باید قوی تر شه. چرا دانشگاه تربیت مدرس، از خودتون سوال کن، فقط پول نیست، چرا دانشگاه تربیت مدرس سردرش مثل طاق بشتونه نمیدونم دوران ساسانیه و دانشکده ما اینقدر فقیرانه است؟ فقط مسئله پول نیست. مسئله اینه که دانشگاه تربیت مدرس قدرت بیشتری میخواد به این گسست بده. یعنی که کسی که واردش میشه متوجه شه که اینجا جایی نیست که هر کسی وارد شه. هر چقدر که اون فضا قدرت بیشتری داشته باشه، این رو بیشتر در سیستم مرزیش مشخص میکنه، نشانه گذاری میکنه، به شکل فیزیکال در میاره. نگهبانش هم دازه هم دارن نمیزنش که بردیم. نگهبانه ما خیلی جالب نیستن، ولی اونا اصلا یک موجودات هستن، عجب غریبی هستن.
من یه دو دفعه رفتم دیگه، بعد گفتم هر وقت منو دعوت میکنین بعد یکی بیاد دم در منو ببره تو، من تنها رد نمیشم از جلوی میگم. خب اونام تقصیر ندارم، بهشون گفتن، چون گفتن اینجا نباید هر کسی رد شه. همین وضعیت آستانه ای رو شما جای مختلف میبینید، ولی حالا من بحثم این نیست. آیا واقعا این اتفاق میفته؟ یعنی شما از ساختمون که میرید تا دم در یک بی زمانی هستین؟ ما اگه در واقعیت فکر کنیم چنین چیزی نیست. بی زمانی نمیتونه اتفاق بیفته. بی زمانی یک فرضه که با سیستم بیولوژیک در تضاده. اینو ما بعداً توی نظریه بشلق شما خیلی خوب میتونید متوجه بشید که بشلق چی میگه. بی زمانی درست مثل مرگ یک موقعیت غیر قابل درکه، غیر قابل دسترسه، چیزیست که بنابراین نمیتونه برای کنشگر وجود داشته باشه مگر بیرون از کنشگر وجود داشته باشه. اون بحث دیگه است. ما در مورد فضا هم گفتیم بیرون از کنشگر فضا میتونه وجود داشته باشه، بی زمانی بیرون از کنشگر میتونه وجود داشته باشه برای کنشگر، ولی نه برای کسانی که بیرون از کنشگر هستن. مثال براتون بزنم، تجربه بیهوشی. شما تا حالا بیهوش کردن؟ هیچ کدومتون بیهوش شدین؟ شما بیهوش شدین؟ من چندین بار بیهوش شدم، بیشتر از 10 دفعه بیهوش شدم. برای عمل جراحی باید بیهوش شدم. من بیهوشی برام کاملا چیه تجربه شناخته شده است. بیهوشی های بخصوص طولانی، یعنی بالای 5-6 ساعت. بیهوشی شاید نزدیکترین حالتی باشه که ما بتونیم بگیم به مرگ. بیهوشی اگر حالا شاید شما هم این تجربه رو کردید، زمانی که شما بیهوش میشید همون زمانیه که بهوش میاد. دقت کردین؟ حالا شاید شما یه بار بیهوشتون کرد، من دفعه بعدی حواسم بوده که دقت کنم روی این قضیه و هیچ دفعه چرا دیگه ای نشده. من چون روی این کار میکردم دقت کردم ببینم که آیا میتونم بین لحظه ای که به اصطلاح قطع میشه چراغم یا کنسیانسم رو از دست میدم و لحظه ای که 2 مرتبه به دست میارم آیا میتونم چیزی حس کنم؟ و هیچ بدون هیچ کوچکترین استثنایی چیزی وجود نداره. درست لحظه ای که شما بیهوش میشین همون لحظه ایست که بهوش میاد. طبیعتاً این که نیست، این واقعیت نیست. شما بردم عمل کردن دیگه، پارتون کردن فلان، دو مرتبه بهوش اومدن دیگه. چرا ولی ما این رو اسم میکنیم؟ چون مکانیسم بیهوشی از بین بردن زمان شناساست، زمان آگاهیه. این از بین میره، این حس از شما بین، شما نمیتونید دیگه زمان رو تشخیص بدین، بنابراین برای شما زمان از بین میره. پس بنابراین اگه ما فرض رو بریم بگیریم که سیستم نامکان سیستمی است که زمان درش از بین میره، باید فرض رو بریم بگیریم که سیستمی است که آگاهی از بین میره و آگاهی نمیتونه از بین بره. لااقل ما تا جایی که میدونیم جز در شرایط مرگ مصنوعی یعنی بیهوشی در کما ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، این یکی از رازهای پزشکی هنوز. و در مرگ هم فرض بر اینه که اونم نمیتونیم با قاطعیت بگیم. چیزی که میتونیم فقط با قاطعیت بگیم بیهوشیه، چون ما میتونیم، آدم های زیادی هستن، خود من یکیش، که میتونن از تجربه بیهوشی صحبت کنن به عنوان یک موقعیت بی زمان. من میتونم بگم که تمام بیهوشی های من بی زمان بود، هیچ چیز نکرد. ولی در مورد موارد مشابه چیه؟ خواب موقعیت بی زمان نیست. در خواب، مطالعاتی که رو خواب شده نشون میده که فرکانس های مختلف شما دارید. در لحظه از خواب که بهش میگن خواب عمیق، شما وارد نوعی از بی زمانی میشید که شبیه بیهوشی. اتفاقا اون اصلا بهتره، یعنی کسی بتونه سرش رو بذاره و بعد بلنشه احساس خیلی راحتی میکنی، چون کاملا بدن دیگه میتونه استراحت کنه. منتها اون خیلی مدت کوتاهیه، معمولا 1-2 ساعت بیشتر نیست. معمولا شما میرید وارد یه حالت نیمه خواب میشید، بعد خواب عمیق، بعد 2 مرتبه میاد توی حالت نیمه خواب و بیدار میشه. خب که اون هر چقدر سالم تر باشه اون حالت عمیقه بیشتر. به همین جهته که شما تعجب میکنید بعضی آدم‌ها 2 ساعت میخوابن
سرغال سرغال هم فرش فرش هم بعضی 10 ساعت میخوابن کاملا مریضن و خستن. علتش اینه که اون نوع خواب خواب پریشان، خواب مختل. خواب هم پس یه حالت بیزمان نیست. مرگم که ما نمیدونیم که حالا کسی رو ندیم که برگشته باشه تعریف کنه که چی شده بعدش. اون که میره در حوزه متافیزیک، ما کاری بهش نداریم، ولی در این حوزه فیزیک بنابراین ما چیزی به نام بیزمانی مطلق نداریم، ولی به شکل نسبی مسلمه که ما داریم. آیا یک فضای نامکان تاریخ نداره؟ میتونه تاریخ نداشته باشه، ولی معمولا تاریخ داره. ما داریم از فضای شهری صحبت میکنیم. در فضای شهری بسیار من بعید میبینم، یعنی در تجربه شهری، ما فضاهای بدون زمان داشته باشیم. تجربه برگشت به فضاهای زیسته شده در گذشته تجربه بسیار مهمیه. نمیدونم این تجربه رو شما داشتید یا نه. مثلا وقتی شما بعد از 10 سال 15 سال شما جوان نلوده بعد تو این تجربه رو خواهید کرد، بعد از مثلا 10 سال 15 سال بر میگردید به یک جایی که شما مدت زیادی زندگی کردید. من خودم این تجربه رو وقتی کردم که بعد از فرض کنید بیشتر از 10 سال برگشتم به خونه‌ای که توش بزرگ شدم. برای خود من خیلی جالب بود آنالیز کنم که چه اتفاق میفته. اتفاق خاصی نیفتاد. مهمترین اتفاق همین بود که چه اتفاق خاصی نیفتاد. نکته مهم این بود که چرا من فکر میکردم که اتفاق خاصی نیفتاد. مهم نبود که اتفاق نیفتاد، چون ما یه ذره فکر کردم میشد فهمید که اتفاق نیفتاد. اون خونه که من درش بزرگ شدم خرابتر شده، گونه‌تر شده، دیگه اون خونه نیست، اون کوچه عوض شده، توش ساختمان‌های دیگه ایجاد شده و غیره. ممکنه گروهی از حس‌هایی که من در اون دوره داشتم زنده می‌شده از طریق سیستم‌های خاطره‌ای، خب بعضی شده، بعضی نشده، اون زیاد مهم نیست. ولی اینکه من چرا فکر می‌کنم، این خیلی مهمه که برگشت به یک فضای گذشته ایجاد یک موقعیت جدید میکنه. روی این خیلی مطالعه شده، از جمله در مطالعات مربوط به تبعید و مهاجرت و تبعید به خصوص برای مهاجران اجباری، مثلا برای پناهندگان. برای فرد پناهنده یکی از دلایلی که مانع میشه که بتونه با سرزمین جدید مچ بشه یا زمان زیادی میخواد که مچ بشه چیه؟ این هستش که نمیتونه خودش رو از اون حس نوستالژیک که یک حس ذهنی هست جدا کنه. من در این مورد یک گفتگوی خیلی طولانی دارم در مورد نوستالژی، اگه بگردیم پیدا میکنم که اینو کاملا آنالیز کردم، بحث نوستالژی رو که اصلا چرا نوستالژی به وجود. خیلی از کسانی که امروز در تبعید هستن، نه لزوما به دلایل سیاسی، همینا که پاریس هستن، مثلا اینا که پاریس هستن، بعضی از اینا که لندن، اینا که تو اروپا هستن، من خیلی خوشم میاد. از لحاظ ذهنی اصلا پاریس نیستش، تو تهران. بعدم مثلا وسط پاریس نشسته، اون دیگه اعصاب خرد کنه. کسی مثلا تو کختیلاتن نشسته، چون من تو کافه باش نشستی، میگه اینا رو همه رو ولش کن، من همه اینا رو میدم یه شب تو شمرو مثلا. اون موقع آدم نمیدونه عصبانی بزنه تو سرش یا مثلا تو سر خودش یا تو سر اون، دقت میکنی؟ میگه من مرده همون هوای مثلا آلوده تهرانم. الان خیلی از این حرف رو میزنم. خب چرا من دوچار این حالت نمیشم؟ چون من هم اونجا میرم هم اینجا، هوای آلوده اینجا میدونم واقعا هوای آلوده یعنی چی، بلافاصله ششان بهم میگه یعنی چی. هوای آلوده اینجا برای من یعنی درد، برای اون تبدیل شده به یک ذهنیت رومانتیزه شده که تهرون تهرونه، به هواش هم آلوده باشه تهرون تهرون یه چیز دیگه. این چیز دیگر چیه؟ من شعر مولوی افتادم، اون چیز دیگر نیست.
این چیز دیگر یک موقعیت هیولایه، یک دیروز که میگفت زشتن شهر جوان، نمیدونم واقعا تهران زشتن شهر جوان هست یا نه، ولی یکی از زشتن شهر جوان بدون شک، هیچ تردیدی من ندارم. خب این نوستالژی به چیزهای دیگه برمیگرده، به اون سیستم ذهنی برمیگرده که همراهی میکنه خاطره. ولی این که فضا خاطره نمیتونه ایجاد کنه، این کاملا زیر سوال بود. در شهر به خصوص چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. حتی یک فضای خالی که شما نشانه گذاریش کرده بودید، وقتی برمیگردید بهش کاملا حس میکنید چی تغییر کرده، چه چیزی بوده که دیگه نیست، و بنابراین دو مرتبه خودش رو فضا بازسازی میکنه. چیزی که حتی نیست به وجود میاد توی سیستم ذهنی شما. البته بعد شما عادت میکنید به اینکه دیگه نباشه، ولی به هر حال این دائم برمیگرده. بنابراین یک نامکانی که موقعیت حافظه‌ای رو ایجاد نکنه باز کاملا پروبلماتیکه. اما مواردی وجود داره که میشه روی سیستم حافظه‌ای بسیار تو سیستم فیزیکال و شهری ما دخالت کنیم، برای اینکه شدت موقعیت حافظه‌ای تاریخی رو کاهش بده. از این لحاظ سلول انفرادی، اون چیزی که بهش میگن زندان انفرادی سفید، که بسیاری در ادبیات جدید بهش میگن شکنجه سفید. میدونید که سلول انفرادی رو سازمان‌های بین‌المللی پذیرفتن به عنوان یک نوع شکنجه، یعنی رفته تو کاتگوری شکنجه. حالا اگر شما کسی رو ببریدش تو یک سلول انفرادی، این سلول انفرادی حالا یا سیاه مطلق باشه یا سفید مطلق، نور در اینجا نقش هویت بخشی داره، ولی فرقی نداره. اگه سیاه مطلق باشه شما چیزی رو نمیبینید، سفید مطلق هم باشه فقط سفیدی رو میبینید. رابطه فصلی رو قطع کنید، رابطه حرارتی رو قطع کنید، یعنی کسی نتونه از طریق پوستش درک کنه چه زمانی است، شب، روز، زمستون، تابستون. رابطه به اصطلاح بو رو قطع کنید، رابطه صدا رو قطع کنید در ایزولاسیون مطلق، و هر تیپ رابطه نشانه گذاری که به زمان ربط داشته باشه قطع کنید. فرد دچار اختلال میشه و این به صورت یک تیپ فشار شدید روی سیستم عصبی عمل میکنه، به صورتی که ممکنه دیگه هیچ موقع این به حالت عادی برنگرده. یکی از بدترین شکنجه‌هایی که وجود داره که کسی رو در فضای بسته نگه داشت. دیدین که یکی از شکنجه‌های خیلی ساده‌ای که الان همه جای دنیا میدن اینه که وقتی که زندانی میشه چشم بندش میزنن یا سرش میکنن توی کیسه. بردن سر توی کیسه، جدا کردن بخش زیادی از سیستم استثنا کاملا، چون شما وقتی سرتون میره توی کیسه صداها رو میشنوید، بو رو میشنوید، طعم رو دارید، بنابراین سیستم های حسیتون کاملا لمس میتونید بکنید به چیزا رو. سیستم تصویری فقط قطع میشه. حالا حساب کنید که ما از این بریم به طرف یک سیستمی که 5 تا حس رو قطع کنه، که در زندان ها این کارو میکنه، و بعد از طریق دخالت در سیستم به اصطلاح قضا، حتی امکان این رو که شما از طریق قضا متوجه بشید چه زمانیه قطع کنید. این کار کاملا شدنی، یعنی عادات غذایی شما به هم بزنن، شما دیگه نمیدونید غذایی که دارید میخورید چیه، سیستم نشانه شناسی غذا رو به هم بزنید، چون شما غذایی که میخورید خود غذا یک سیستم نشانه شناسی است. وقتی صبحانه میخورید چایی و چون دونم نون و پنیر میخورید، حالا تا از این زاویه به قضیه نگاه نکردید، ولی یه زاویه نشانه شناختی داره. شما صبح اگه بلند شید مثلا برین سر سفره صبحانه، فکر کنید در یک فیلم سورئالیستی هستین، برین سر میز صبحانه ببینید که یک به اصطلاح قرمه سبزی گذاشتن و برنج و نمیدونم سیر ترشی و فلانه. خب یا نسبت به خودتون شک میکنید، به عقل خودتون، یا نسبت به عقل صبحونه، ولی شک میکنید، سیستم زمانیتون به هم میخوره. صبحانه زمانی است که شما حالا مثلا در ایران چای داغ و مثلا نون و پنیر و عسل، در انگلیس یه جوره، در چون آلمان چون بورس میخورن فلان. خب فکر کنید اینا رو ما از یک کسی بگیریم، بهش اجازه ندیم که خودش رو حتی از طریق قضا بازسازی کنه، انقدر گرسنه‌اش کنیم که هر چی بهش بدی بخوره. هیچ کدوم اینایی که میگم چیز نیست،
ساینس فیکشن نیست، همش شده. نه تنها شده، هر نم داره میشه. به شکل بسیار گسترده این سیستمی که بهتون گفتم در مورد قضا هم در اردوگاه به اصطلاح شوروی شد بین سال 1335 تا تقریبا زمانی که استالین مرد 53 توی اردوگاه کار اجباری، که توی هم توی اردوگاه مرگ نازی هم توی گروه دیگه از اردوگاه‌ها این سیستم رو با غذا انجام میدادن، به این شکل که غذا رو تقلیل میدادن به حد اقل ممکن، یعنی آب و نون. وقتی غذا شما آب و نون بشه شما شاخص زمانی رو از دست میدید. حتی اونجا از دست نمیدادن چون با هوا ارتباط داشتن، ولی اگه همین کار ما با یک زندانی بکنیم که اون شاخص ها رو ازش گرفتیم، ساعت رو هم عوض کنیم، دیگه سیستم بیولوژیک بدن عمل نمیکنه. یعنی شما اصلا نمیدونید الان چه ساعتی، روز، شب، صبح، عصر. سیستم بیولوژیک در رابطه با سیستم بیرونی طبیعی کار میکنه و اگه اینها قطعشن ما وارد بی‌هویتی میشه. پس میشه روی اینها تاثیر گذاشت. از این لحاظ که من با صحبت کردم از سیستم های در واقع از سیستم های عدم به اصطلاح زمان به عنوان سیستم های نامکان.